آقای مشتبا شکوری سلام سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران ارادت مندم بفرمایید که موضوع این هفته چیه و از چه کتابی صحبت میکنم یه کتابی رو امروز آوردم که خیلی خودم دوست داشتم تازم چاپ شده هم در دنیا هم در ایران و داغ داغه نویسندش نویسنده محبوب منه آقای آدام گرند میشه به دوربین بله نشون حتما دوباره فکر کن آدام گرند تیم ترجمه نشر نوین قدرت دانستن چیزهایی که نمیدانیم کتاب خیلی باید جدید باشه بله 2021 چاپ شده و به فاصله چند هفتم تو ایران ترجمه شده و چاپ شده و بسیار کتاب خوبیه بسیار کتاب خوبیه حالا در مورد ایده هاش و اینا صحبت میکنیم ما از آدم گرانت دو تا کتاب دیگه معرفی کردیم قبلا یکیش بده و بستان بود که در ستایش بخشندگی حرف زدیم اون برنامه رو من خودم خیلی دوست داشتم یکیشم نوآفرینی بود که راجع خلاقیت بود کلا به نظرم آدم درخشانیه تو زمینه خودش عنوان کتاب اصلا خیلی شکه کننده است قدرت دانستن چیزهایی که نمیدانیم باز ما راجع این بحث قبلا هم صحبت کردیم مثلا کتاب توهم آگاهی رو معرفی کردیم نقشه هایی برای گم شدن رو و یه جورایی این مفاهیم توش هست اما به نظرم این دیگه یه فوق العاده میتونه باشه برای چیزی که به جامعه ما این روزا خیلی میتونه کمک کنه ببینید وقتی بحث آمادگی ذهنی پیش میاد یعنی ما توصیف میکنیم که آدمی خیلی ذهن آماده و سرحالی داره انگار مسئله اساسی هوشه برامون اینکه چقدر خوب ارزیابی میکنه چقدر باهوشه ولی تو این دنیای پیچیده و در روزگار ما یه توانایی دیگه به نظر من همراستای باهوش یا آمادگی ذهنی مهمه و اون قدرت تجدید نظر کردن در ایده ها و نظرات و عقاید ما چقدر کار سختی و بسیار کار سختی کتاب در مورد این موضوع. که ما چقدر ببخشید چقدر کار سختی ولی چقدر کار مهمیه همینطوره دقیقا به خصوص که ما خیلی وقتا باورمون نمیشه عقیده ای که داریم عقیده که طبق عادت یا بدون فکر یا بدون تدبیر پذیرفتیم و عقیده درستی هم نیست اینقدر نهادینه شده در وجودمون که دیگه حتی بهش فکرم نمی‌کنیم. دقیقا همینطوره اگه یه نفر الان مثلا سیستم عامل کامپیوترش ویندوز 95 باشه خیلی مسخره به نظر میاد ولی اگه یه نفر نظراتش راجع به پدیده های مختلف هنوز مال سال 95 باشه و تو خودش هیچ تجزیه نظری نکرده باشه هیچ اصلاحی نکرده باشه به نظر میدونی چیز عجیبی نمیاد خیلی از ما واقعا درگیر همین ماجراییم خیلی از ما سروش جان نظراتمون رو عوض نمی کنیم برای اینکه می ترسیم برای اینکه احساس میکنیم اگه نظر اون راجع به یه موضوع یه پدیده تغییر بدیم دنیا از اینی که هست پیش بینی ناپذیرتر میشه آخه اصلا گاهی وقتا حتی نمیترسیم حتی نمیدونیم که باید یعنی باورمون نمیشه که نظر دیگری غیر از این هست یا میتونه دقیقا چقدر نکته خوبی گفتین اینکه میشه از زاویه دیگه این موضوع رو دید کتاب تو فصلهای مختلف همچی که شما گفتین مثلا روی عادت کردن به انگاره هامون راجع به جهان بحث میکنه اینکه ما انقدر عادت میکنیم و روتین میشه اون سبک نگاه کردن به جهان که بدیهی و مطلق تلقیش میکنیم خیلی وقتا ما آسودگی حاصل از یقین رو به استراب حاصل از تردید ترجیح میدیم و این خیلی میتونه قفل کنه یه شرکت رو یه خانواده رو یه رابطه عاطفی رو و یک جامعه رو برای همین من فکر میکنم خیلی ایده مهمیه کتاب در مورد قدرت جهل قدرت آگاهی از جهلمون حرف میزنه و بعد اینکه چه کنیم که تا حد امکان بتونیم در واقع دوباره فکر کنیم پدیده های مختلف رو نظراتمون رو دوباره ارزیابی کنیم توی کرونا همین اتفاق افتاد یعنی ناگهان در جامعه ای در اجتماعی بحرانی رخ میده که منجر به تغییرات مهمی در سبک زندگی و رفتار آدما میشه مثلا ماسک الان بخشی از پوشش طبیعی برای ما شده ولی قبلش خیلی عجیب بود ولی من میخوام بگم حتما نباید بحرانی رخ بده تا ما نظراتمون رو تغییر بدیم میشه قبل از وقوع بحران ما دوباره فکر کنیم دوباره ارزیابی کنیم تا جلوی خیلی از هزینه های اجتماعی رو هزینه های فردی و عاطفی رو تو اوضاع مختلف بگیریم در سال 1950 50 سال طول میکشید تا دانش پزشکی دو برابر بشه اما در عصر حاضر دو سال فقط زمان لازمه تا حجم دانش پزشکی دو برابر بشه یعنی انقدر اطلاعات سریع داره تولید میشه انقدر ما داریم بمبارون میشیم و عملا در جهانی که انقدر داره تغییر میکنه مباحث مختلف ایده های جدید داره تولید میشه خیلی مهمه که ما بتونیم ایده های قبلیمون رو به چالش بکشیم خودمون ببینید ما درونمون سه تا شخصیت داریم که این سه تا شخصیت جلوی تغییرات عقاید و نظراتمون رو میگیره یکی سخنران پرشوره وقتی وارد بحث با کسی میشیم غالبا از اون در واقع ویژگی ها و قدرت های زبانی استفاده میکنیم برای اینکه بگیم حق با ماست دومی دادستان درون ماست این دادستان کارش اینه که ادله اشتباه طرف مقابل رو بتونه پیدا کنه رونا تاکید کنه و استدلالش رو زیر سوال ببره این دادستان در رابطه با خود ما عملا این کار انجام نمیده و سومی سیاست مدار درون ماست جایی که شروع میکنه از ضعف‌های طرف استفاده میکنه لابی میکنه سیاست به خرج میده تا در بحث پیروز بشه یعنی اینکه این سه این تا قسمت ما سخنران پرشور درون ما دادستان درون ما و سیاستمدار درون ما سه سبک رفتاره که جلوی اینکه بفهمیم ما هم در اشتباهیم و استدلال ما هم ممکنه ضعف داشته باشه رو میگیره الان که داشتین میگفتین واقعاً بر من یک کیک چیز بود تکان دهنده بود چون دیدم دارم یعنی بله. آدم توی صحبت متوجه ضعف های, های خودش نیست و متمرکز رو ضعف استدلال بقیه قضاوت درباره حرف های خودش نمیکنه داره درباره حرف های طرف مقابل قضاوت میکنه خیلی با پرشور و شر با بالا پایین بردن صدا سعی میکنه و سه بومیشم بگین چی بود؟ سیاست مدار در اون با استفاده از لابی اینکه توی جمعی نشستیم نظر بقیه رو جرب کنیم ببین درست میگرم آره، یعنی نظرت رو اگه میدونیم می‌کسی آره. کسی با ما هم عقیده است از... یه به کار ببریم که میدونیم دقیقا این کتاب در واقع جهتش اینه که ما رو به یه دانشمند در اون برسونه به کسی که در جستجوی حقیقته یه نکته جالب پیرو حرف شما بگم آقای سعد کتاب میگه هوش آدمهایی که هوش بالایی دارن خیلی دیرتر رو عقایدشون تجدید نظر میکنن میدونین چرا چون بهتر میتونن حقانیتشون رو ثابت کنن این یه داما یه نکته خیلی مهمه ما هر چقدر باهوش تر باشیم از عقایدمون بهتر میتونیم دفاع کنیم برای همین اصلا شاید نفهمیم که اشتباهه شاید نفهمیم که جای دچار تعصبیم یا دچار کشف مهمی راجع به یه موضوعی هستیم یه جورایی به این موضوع میشه گفت نفرین هوش یعنی هوش علاوه بر اینکه میتونه کمک کنه ما درکمون از دنیا بهتر شه یه جای جلوی دوباره و بازاندیشی کردن ما رو میتونه مسدود کنه من فکر میکنم ما تو تاریخ اندیشمونم حداقل تو دوران معاصر خیلی دچار این ماجرا هستیم وقتی شما دعواهای های فکری مختلف از روشنفکران و گروههای اجتماعی رو میبینید عملا گفتگویی بین اینا نمی بینید خیلی بیشتر شبیه بیانیه خوندن شبیه یک مونولوگی که بدون ارتباط با هم داره جاری میشه جامعه‌ای که آقای سعد نتونه گفتگو به شکلی که در جستجوی حقیقت باشن آدمان رو بتونه راه بندازه دچار امتناع اندیشه میشه اصلا رشد اندیشه در هر جامعه ای پیشفرزش و اون نیاز اساسیش گفتگوه و گفتگو نیازهایی داره که حالا در موردش اینجا صحبت خواهیم کرد از یه بیماری حرف میزنه از یه خانومی به نام خانوم اورسلا مرش این خانوم یه خیاط بوده و از یه جای دوچار یه بیماری میشه با سردرد و سرگیجه شروع میشه که خیلی جالبه این بیماری و به بحث ما خیلی مربوطه او آرام آرام دیگه چیزایی رو نمیدیده یعنی یه سری سلسله در واقع مدارها در مغزش دچار مشکل شده بوده که عملا نمیتونسته ببینه جهان رو اما چیزی که این بیماری رو خیلی عجیب میکنه راجبش توضیح میدیم اینه که اون نمیدونسته که نابیناست یعنی نسبت به نابیناییش نابینا بوده <applause> آره مثلا یه سری لوازم خیاطی که باش کار میکرده رو جلوش میذارن و بهش گفتن اینا چیه و او در حالی که نمیدیده میگفته من اینا رو میبینم فقط نمیتونم بگم یا احساس میکرده اتاق خیلی تاریکه و مشتر از چشمان او نیست در واقع اتاق که خیلی تاریکه اندکی نور جهان تاریک است یه همچین وضعیتی یه آقای به نام آقای گابریل آنتون پزشک ایشون بوده اومده بررسی کرده که ریشه های این بیماری چیه و بعد در متون پزشکی به این بیماری میگن سندروم آنتون که اون پزشکی که در واقع این رو اولین بار توضیح داده توصیف کرده من فکر می کنم سروش عزیزم خیلی از ما دوچار سندروم آنتونیم یعنی نسبت به نابینای خودمون نابینایی خودمون نابیناییم نسبت به جهل خودمون اصلا واقف نیستیم من فکر همه همین. همه اینه بله من یه مثال خیلی ساده در واقع خودمونی بزنم دفعه. شما الان با دو تا چشمی که دارین یا من با دو تا چشمی که دارم دور تا دور رو میتونم ببینم بچههایی که توی استودیو هستن رو میبینم اطراف رو میبینم این مبل رو میبینم فقط یه چیز رو نمیبینم خودمو فقط خودمو نمیبینم آفر. من فقط صورت خودم رو نمیبینم همه صورت بقیه رو میبینم ولی از دیدن خودم عاجزم و بارها و بارها و بارها پیش اومده که یه مشکلی یکی از دوستان میاد بر من صحبت میکنه راه حلش به ذهنم میاد ولی مشابه همون مشکل وقتی برای خودمه من نمیتونم حلش کنم یه کسی از بیرون برای همینه که شاید نقش مربی نقش کارگردان توی فیلم دقیقا. یک نگاه ناظری از بیرونه که باید بیاد ببینه انگار آدم خودش خودش رو هیچ وقت نمی دقیقا. چقدر نکته جالبی گفتیم ما خودمون رو نمیبینیم و سورشان یه پدیده ای هست به نام دانینگ کروگر دو تا دانشمند اینو فهمیدن قبلا هم تو کتابا بهش حرف زدیم اینکه با اعتماد به نفس ترین آدما در هر گروه متاسفانه اونایی کمترین اطلاع رو راجع به اون موضوع دارن ام. یعنی میخوام پل بزنم به حرف شما و بگم ما خودمون رو درست نمیشناسیم خودمون رو میدونید آگاه نیستیم به خودمون ولی درست به همین دلیل یه اعتماد به نفسی داریم که انگار همه چیز رو میدونیم وقتی از بیرون یه موضوعی رو میبینیم احساس میکنیم انجام دادنش راحته و این احساس ما ناشی از جهل ما به اون موضوعه میدونید یه نموداری داره خیلی جالبه وقتی اینو فکر کنید محور اعتماد به نفسه این محور دانشه یعنی اینجوری هر وقت میریم دانشمون داره بیشتر میشه اینجوری اعتماد به نفسمون اولش که شروع میکنیم راجع به یه موضوعی بدونیم مثلا راجب خودمون با افزایش دانش اعتماد به نفس اون هم میره بالا یه جایی وجود داره که بهش میگن قله حماقت که ما اندکی دانش داریم ولی سرشار از اعتماد به نفسیم فکر میکنیم کامل موضوع رو فهمیدیم ولی ماجرا اینجا تموم نمیشه از اونجا به بعد از بعد از قله حماقت هر چی بیشتر بدونیم اعتماد به نفسه کمتر میشه یعنی میفهمیم هم. که چقدر کم میدونیم و بعد میاد پایین و بعد با افزایش دانش در نهایت اعتماد به نفس انقدر میره بالا که منطقی میشه یعنی نمودارش در واقع یه همچین نمودار این شکلیه باید مواظب باشیم که راجع به پدیده‌های مختلف ما کجاییم اولین قانون عضویت در کلوپ دانین کروگر این قانونه اینه که ما نمیدونیم عضوشیم میدونید یعنی ما نمیدونیم که خیلی وقتا جهل ما راجه به یه موضوع پدیده باعث افزایش اعتماد به نفس ما و تعصب ما میشه این خیلی پدیده جالبیه من فکر میکنم به عنوان معلم اگه ما همینو تو مدرسه بتونیم به بچه یاد بدیم چقدر از مشکلات اجتماعی میتونه حل شه تو کشور ما حالا به نقد باز نظام آموزشی هم میپردازیم من فکر میکنم اکثر ما دچار تکبریم و تکبر ترکیبی از جهل به اضافه ثبات رأی یعنی تعریف من و ما نیاز به فروتنی داریم و فروتنی نه کم بوده اعتماد به نفس بلکه این احتمال پذیرش این احتمال که شاید همه حقیقت نزد من نیست و نشاید حتما همه حقیقت نزد من نیست توضیح میده در مورد لذت اشتباه کردن اینکه چطور آدمهایی که فروتنی دارن در مورد حقیقت میتونن یادگیرنده های بهتری باشن من یه عنوان یه معلم یه تعریفی یه کانسپتی برام خیلی جدیه اسمش ویل well یعنی یه آدمی خوب آموزش دیده و من فکر میکنم هیچ ربطی نداره که کدوم دانشگاه درس خونده هیچ ربطی نداره که دکترا داره یا فوق دیپلم یا اصلا نه دو تا چیز یه آدم ول well educated, خوب آموزش دیده داره اول اینکه به جهل خودش در واقع واقفه یعنی میدونه که یه چیزایی رو نمیدونه این به نظرم مهمترین عنصره که شما بگین یه آدمی خوب تحصیل کرده و دومی اینکه دنبال یادگیری برای برطرف کردن اون جهله این خیلی مهم من تو جاهای مختلف آدمایی رو دیدم که تحصیلات بالایی هم نداشتن ولی ول well بودن میدونید و آدمایی دیدم که خیلی هم آدمای برجسته ای بودن ولی اینطور نبودن و جالبه که ما یه سری شعرا حکایت ها ها رو میخونیم خیلی هم لذت میبریم ولی تو مون درونی نمیشه مثلا تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم و همیشه گفتم چقدر جالب آره. ولی یادمون نیست که اتفاقا این یه فرزانه داره میگه که هر چقدر دانشم بیشتر شد بیشتر فهمیدم دقیقا که و این حرف مهمیه خیلی حرف مهمیه حالا توضیح میدم که این چقدر میتونه یه جامعه رو رو به رشد و رو به قدرتمندتر شدن پیش ببره ام. فقط همین گزاره ایش که شما گفتید الان مثلا در رابطه با زندگی باز پیرو حرف شما تو صفحه هفتاد یه الگوریتمی رو معرفی میکنه خیلی بر من جالب بود نحوه خرد اندوزی یعنی ما در جریان زیستن چطور میتونیم درست یه خردی رو کسب کنیم پنج تا مرحله داره اولین مرحلهش اینه که زندگی کن انجامش به دومین مرحله اینه که اشتباه کن چون زندگی کردن انجام دادن دیکته نوشتن همواره توعمه با غلط نوشتن سومین مرحله اینه که از اشتباهات درس بگیر مرحله چهارم خیلی جالبه مراحل یک تا رو تکرار کن زندگی کن اشتباه کن از اشتباهات درس بگیر اگه به اندازه کافی این تکرار کنیم میرسیم به مرحله پنجم تشخیص بده که خرد حاصل از این سه مرحله یعنی این تک زندگی اشتباه و درس گرفتن یک خرده ولی یک خرد واقعی نیست این هم نیاز به بازندیشی داره میدونی خیلی زیباست و این نوعی خرد جدیده تو زندگی کردی اشتباه کردی ازش یاد گرفتی ولی این هم یه چیز قطعی نیست و مرحله پنجم گام های یک تا پنج رو در تمام مراحل زندگی تکرار کن یعنی توی سیکل این انجام و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره برای من درس بزرگ بوده اینه که ما فکر میکنیم که اگر خیلی داریم لطف میکنیم اشتباه کردی اشتباه دیدی حالا دیگه برو درست رفتار کن نه نه <applause> اینقدر سریع نیست نیست آفه. این کنده تدریجیه این کنده و باز آدم اشتباه نبید. میکنه نبید. و باز آدم فقط چند تا چیز حالا به شما اصلاح کنید یکی این که امیدوارم کمتر اشتباه کنیم یعنی <applause> درس ها باعث بشه که کمتر امیدوارم به اون شدت اشتباه نکنیم <applause> و امیدوارم بشه که اون اشتباه رو به همون بدی تکرار نکنیم <applause> دقیقاً و این سیکل همه ای در واقع اون قدرتش و موتور محرکش همین دوباره و دوباره سعی کردن یعنی تغییرات تدریجی پایدار برای اندک اندک بهتر شدن و بعد باز حتی زیر سوال بردن اینکه آیا این درست یعنی هی بازندیشی توی چرخه باز شرایط تغییر میکنه و چیزی که امروز آره. درسته دیگه فردا ممکنه, ممکنه نباشه. درست نباشه. آره دقیقا یعنی قدرت این نکته آدم گرند به اینه که سه مرحله نداره پنج مرحله داره این هم خیلی جالبه میگه که اگه به پنج سال گذشتهتون نگاه میکنید و نمیگید پنج سال قبل چقدر کم میدونستم یعنی به اندازه کافی یاد نگرفتید تو این پنج سال آدم ها جدید ندیدید کتاب های جدید نکن تجربه های قبلی جدید نداشتید نمیشه ما بگیم من تو این پنج سال همه چیم درست بودم میدونید متوقف, یعنی متوقف, شدید, شدید. یعنی منجمد شدید ما درونمون سروش یه دیکتاتور داریم هر کدوم ما که گزاره هایی که خلاف باورهای ماست رو بلا فاصله روش برچسب هایی میزنه که ما آسوده باشیم که نظر ما درسته مثلا میگه اینا حسودن اینا جاهلن حق با تو اینا همه ماجرا رو نمیدونن خیلی مهم شناسایی این دیکتاتور درون و ریشه عصب هم برمیگرده به آمیگدال ما ما وقتی یه حمله میشه به نظراتمون تو حوزه‌های مختلف احساس تهدید میکنیم احساس میکنیم بقامون تهدید شده و یه استراب خیلی عجیب اینجوری و شروع میکنیم واکنش های قریزی نشون دادن به اون ماجرا شما کمرتون درد میکنه درسته؟ من اتفاقا داشتم, ب... داشتم, فکر کردم به همین رب... یعنی ربط پیدا کرده بود به کمر درد من من تنبل تنپرور بعد از مدت ورزش برزش میکنم و دو نفرم هستیم یعنی در شرایط کرونا نه اینکه جایی که شلوغ دو نفریم که همدیگر میشناسیم و در حکم مربی من هستن به من میگفتم این حرکت داری اشتباه می‌کنی داری اشتباه می‌زنی رو می‌گفت آره این نج... <تصفح> ولی من فکر فکر الان دیگه درست شد میگفت درست نشد و من گفتم خب حالا دیگه نشد امروز دارم نتیجه‌اشو میبینم که چه کمر درد وحشتناکی اه... سعی می‌کنم دیگه اونو اشتباه نکنم ولی ورزش رو دوباره تکرار میکنم. <تصفح> و باز هم ممکنه که حرکت اشتباه دیگه ای باشه علا رقم این که از این به بعد حواسم هست که بیشتر به صحبت مربیم گوش بکنم. <تصفح> بکنم ولی ممکنه دفعه بعد دستم درد بکنم. خدا نکنه یعنی وقتی دادم ورزش میکنه همینطوره. ممکنه درد. ما فقط باید مهم اینه که تمام تلاشمون رو بکنیم که این اتفاق پیش نیاد که میکنم ولی به این معنی نیست که حالا که این کمره درد گرفت دیگه من هیچ جا وقت درد نخواهم امیدوارم سلامت باشی الان راحتی. علام مخواهید... خیلی ناراحتم ولی <تصفيق> <تصفيق> چرا خب اونجوری که راحت ترین <applause> بشید این صحبت کاملن. های شما قل... من فقط یه وقت اینجوری اینجوری میکنم راحت باز اراد. میگم اون میخواد اگه تکیه بدیم بفهم مخلص ان که خوب شیم خیلی ناراحت هم درد نه نه زیاد نیست خب ان که زود برطرف شه یه نکته خیلی مهم سروش جان میگه برای من خیلی تکان دهنده بود خیلی ساده ولی یه تلنگر مهم بود برای من میگه ما دائما این دیکتاتور درونمون فعاله علیه مخالفینمون موزه سخت میگیریم حرفشون رو نمیشنویم و احساس تهدید میکنیم چرا برای اینکه ما نظراتمون رو در واقع ربط میدیم به هویتمون به شخصیتمون میگه شخصیت شما اگه مبتنی بر نظراتتون راجع به چیزهای مختلف باشه هر مخالفتی تهدیدی برای هویتتونه ولی میگه یه راه دیگه اینجا وجود داره که شما شخصیتتون رو مبتنی بر ارزش هاتون بسازید امه. نه نظراتتون یه ذره اینو باز کن آره, آره, آره. آره، مثلا ارزش های یه نفر ممکنه صداقت باشه ممکنه اخلاق باشه ممکنه سخاوت باشه انصاف باشه معنویت باشه چیزهای مختلف باشه خب این چیزیه که حولش اون آدم میتونه هویتش رو در واقع داشته باشه و بعد این ارزش ها مهمن حول این ارزش ها بازندیشی کنه چطور میشه اخلاقی تر زندگی کرد؟ چطور میشه جامعه صادق تری داشت چطور میشه مثلا انصاف رو بیشتر رعایت خب این کرد خب، که مثلا تعریف اخلاق یا صداقت اینا دوباره خودش یه دنیای پیچیده‌ای درست پر از... باز وارد همون در واقع سیکل خردورزی میشه دیگه یعنی ما میدونیم که اینا ارزش همش دیگه و بعد برای تحقق این عرضش ها یه سری نظرات درست اخلاق از نظر من ممکنه متفاوت باشه با اخلاق از نظر خب شما تعریف متفاوت شما از اخلاق ممکنه در واقع ایجاب کنه که جور دیگری اخلاق محقق شه تعریف من هم همینطور ولی کجا ما میتونیم یه اقدام مؤثر انجام بدیم جایی که ما گفتگو کنیم با هم دیگه میدونید جایی که من نظراتم هویتم نباشه ارزشام بعد اون وقت من و شما یه چیزی داریم که حول اون تفاهم داریم مثلا اینکه صداقت چیز خوبی است چطور جامعه صادق داشته باشیم میبینید حول اون شروع می‌کنیم با هم دیگه و هم حتی صدا. اگر هم عقیده نباشیم به صورت حسفی اون موقع عمل نخواهیم آره ده. اصلا هواپیما دوتا مثلا برادران رایت خیلی به نظر میشه همکاری خیلی خوبی با هم داشتن و دائما همو درک میکردن و انسان رو خلاصه از زمین جدا کردن ولی اینطور نیست یاد رو که میخونیم میبینیم چقدر دعوا داشتن و حتی تا آستانه خیلی خشونت با هم پیش میرفتن یکی از دعواهاشون سر ملخ هواپیما بوده و اینا فکر میکردن یه مل... یه جایی میفهمن جفتشون اشتباه میکنن هواپیما دو تا ملخ نیاز داره و نقطه جالب میدونید چیه این دو تا ملخ برعکس هم میچرخن و اگر فکر میتونه به پرواز در بیاد برای اینکه اینا دارن برعکس هم میچرخن خیلی مثال کاربردی و درست آره یعنی میخوام بگم اون که من آنتیتز رو تولید میکنم یعنی مخالف خودم رو میشنوم کمک میکنه ما به یه سنتزی برسیم که هم من توش نقش دارم هم مخالفم و به نفع منه یه جمله بگم و ف... اتم آی دکتر اتم آره آره دقیقاً الکترون و پروتون کناره هم و تازه نوترونی هم وجود داره بله. یعنی هر سه نیرو کنار هم اتم کوچکترین هم نوترونی هست که نه بار مثبت داره نه منفی بله. الکترونی که بار منفی داره و پروتونی که مثبت کنار هم میشن اتم و این تضاد کل هستی رو ساخته آه. کل هستی رو ساخته ببین آقای سعد من این روزا هی نظرات رو توی شبکه های اجتماعی چند ماهه که میخونم یعنی از وقتی که اونجا صرف میکنم خیلی وقتا تلاش میکنم ببینم یه پدیده رخ داده یه خبری مثلا فوت یه آدم شناخته شده ای یه پدیده دیگه ای میبینم که خب تو کامنت ها چه خبره و بعد میبینم ما بیشتر از دو سه تا کامنت نمیتونیم با هم گفتگو کنیم بلا فاصله به توهین میرسه بلا فاصله به شخصی سازی میرسه و به زیر سوال بردن کل هویت همدیگه میرسیم من نگرانم به عنوان معلم به عنوان دانشجو شاید هم اشتباه میکنم فکر میکنم جامعه ما نمیتونه گفتگو کنه و به همین دلیل نمیتونه اندیشه تولید کنه میدونید چند نفرن یه بار با مردم بررسی کنن دول یه موضوع مناقشه برانگیزی ببینن چند تا ریپلای به هم جواب میدن آدم دیگه میخوره که به توهین برسیم دو سه تا یکی نظری میده بلا فاصله توهین شخصی سازی جواب تو اصلا ارزش نداری پاسخ بده و تمام یه سری خنده و اصلا کجا بعد این مشکل مردم نیست ما کجا باید گفتگو رو اصلا یاد می کجا یاد آیا از کتاب های درسی که برای هر چیزی یه جواب قطعی ثابت دارن میشه چیزی گفتگو رو یاد گرفت آیا اینکه مثلا جواب همه سوال جغرافی خاک حاصل خیز آب کافی و نور مناسب بود و برای همه بود اساسا میشه تفکر میشه پرسش دردی و گفتگو رو یاد گرفت آیا وقتی معلم یه دانای کله که یه پاسخ قطعی میده و همه باید اونو درست حفظ کنن و بنویسن تا 20 بگیرن اصلا ما میتونیم گفتگو رو یاد بگیریم ما دوچار بحران گفتگویم در جامعهمون و این خیلی چیز مهمیه و من فکر میکنم ریشه اصلیش اینه که فکر میکنیم همه حقیقت نزد ماست اصلا مهم نیست به کدام جبهه به کدام گروه به کدام گرایش تعلق داریم مهم اینه که چراغهای رابطه خاموشه و, را و راهروهای ارتباط مسدود متاسفانه من فکر میکنم سروش جان اگه یه زمانی یه عده برای دفاع از این آب و خاک رفتن جنگیدن نسل پیشین من امروز نسل من وظیفهش اینه که احیای گفتگو کنه در ایران مهمترین کاری که میشه انجام داد امروز اینه احیای گفتگو حالا باز راجبش توی کتاب ایده هایی داره بیشتر صحبت میکنیم یه جایی در مورد یه سری آدم های جالب حرف میزنه به نام پیش بینی کنندگان یه ده کارشون پیش یه مسابقه هم دارن به نام گود جاجمنت که مثلا یه سری پدیده ها رو میذارن اینا میرن علم آمار اینا رو میدونن و پیش بینی میکنن که در واقع این اتفاق چه جوری میفته یکیشون آقای ژان پیر بوگومه خیلی آدم عجیبی خیلی خوب پیش بینی میکنه مثلا یک سال قبل از اینکه ترامپ رئیس جمهور بشه وقتی بقیه شانس ریاست رو دو درصد میدونستن اون دور قبلی ایشون معتقد بوده که قطعا رئیس جمهوره و خیلی درست مثلا شکست حزب حاکم در سنگال رو پیش بینی کرده در حالی که اونجا همه فکر میکردن اصلا درصد این حزب باز رأی میاره بعد آدم میره پیش این آدم خیلی قدرت عجیبی داره دیگه چطور انقدر خوب پیش بینی میکنه و جوابش اینه که من به طرز متعصبانه ای بی خیلی مهمه من به طرز متعصبانه بی تعصبم و میگه من تنها دلیلی خوب پیش بینی کنم که هی نظرمو عوض میکنم و, احساس و سعی نمی کنم که بگم خب من طرفدار این نام زدم پس این اثر میذاره یه جایی فکر می‌کنم این بیبره بعد یه, شا... یه فکتی یه شواهدی پیدا می‌کنم که اینطور نیست عوضش می‌کنم دوباره دوباره میگه من به طور میانگین در رابطه با هر بینی چهار بار نظرم رو کامل عوض میکنم و این باعث میشه که در نهایت به جایی برسم که به واقعیت نزدیکتره احتمال رخدادش بیشتره اوایل دهه 90 یه فیزیکدانی به نام اندرولین یه دستاورد بزرگ علمی داشت یه سیاره ای رو کشف کرد یعنی فهمید با توجه به نیروهای گرانشی ممکنه که یه سیاره اینجا باشه با احتمال خیلی زیاد خیلی تکان دهنده بود همه جشن گرفتن و یکی دو ماه بعد از انتشار مقالش یه جایی دعوت میشه که مقالش رو ارائه بده شب ارائه که داشته کار میکرده که یادداشتاشو آماده کنه و چی بگه میفهمه اشتباه کرده میفهمه که مدار گرانشی دور زمین رو اونقدر را بیزی در نظر نگرفته و اشتباه بوده و سیاره وجود نداره اونجا سخنانی رو کنسل نمیکنه بهترین لباساشو میپوشه و میره جلوی جمعیتی که مشتاقن و رو میخوان جشن بگیرن و توضیح میده که چرا اشتباه کرده جلو همه جمعیت میگه اشتباه بوده و همه ایستاده تشویقش میکنن چند نفر از ما شجاعت اندرولین رو داریم میدونید هر چقدر تعداد این آدم ها این نگاه تعداد آدمهایی که به طرز متعصبانه ای تعصب ندارن راجع به موضوعات علمی بیشتر بشه به نظر من جامعه ما جامعه بهتری میشه خیلی وقتا ما میترسیم سروش که مثلا نکنه با تغییر نظراتمون هویتمون تغییر کنه یه داستانی هست در تاریخ یونان پلوتارک از یک کشتی چوبی حرف میزنه کشتی چوبی تسئوس این کشتی هم یه مسیر رو میرفته و چون چوباش در واقع آسیب میدیده تا تماس با آ فرسوده میشده هی چوباش رو عوض میکردن انقدر این کارو میکنن تو سالیان که دیگه هیچ چوبی نبوده که از قبل در واقع روی این کشتی باشه و یه سوال مهم پلوتارک میپرسه در تاریخش که آیا این کشتی همون کشتیه؟ ها؟ عقاید ما هم همینطوره دیگه در برخورد با اتفاقات عوض میشه و ما نگرانیم نکنه هویت ما تغییر کنه و من میخوام بگم ما اوزامون از اون که اشتیام خراب تره تقریبا هیچ کدوم از سلولهای ما سلولهای پیشین ما نیست در گذشته ما دائما داریم تغییر میکنیم پس چرا اینقدر متعصبانه نسبت به عقایدمون پافشاری میکنیم و امکان گفتگو رو میگیریم از چیز جالبی حرف میزنه به نام فواید تعارض دو تا تعارض رو از همدیگه جدا میکنه خیلی بر من آموزنده بود یکی تعارض شخصیه تعارض مبتنی بر رابطه است من و شما با هم یه بحثی داریم ولی شخصیه میدونید شروع میکنیم هویت هم و هدف قرار میدیم این ولی میگه یه تعارض سازنده وجود داره که خیلی چیز خوبیه و اون تعارض مبتنی بر وظیفه است تعارض مبتنی بر هدفه میدونید که می تو فرقش اینه یه وقت هست که من تعارض مبتنی بر وظیفه و هدف دارم با شما یعنی سر ساختن این با هم اختلاف داریم و بعد نه شما منو هدف قرار میدم، نه من شما رو من ایده شما رو و افکار شما رو و طرح شما رو میتونید حول وظیفه که باید انجام بدیم هدف قرار میدم برای من یه متر شدین سروشان که من با خودم دائما تو جاهای مختلف بگم مشتاق تعارضی که الان دارید بحثی که دارید میکنید مفتنی بر روابط یا شخصی یا مفتنی بر وظیفه است مفتنی بر هدفه و چقدر دلانگیزه اینو تجربه رو فکر هممون داشتیم و دیدیم در طول زندگیمون آدم های نادری رو که با هم اختلاف نظر دارن ولی دوستی عمیق هم دارن آفرین آفرین ربط بدم به بحثتون یه نکته جالب رو میگه خلاقترین و بهترین بچه ها از نظر حال رشد ذهنی بچه هایی که توی محیطی به دنیا اومدن و زندگی کردن که دو تا ویژگی داشته تو خونشون پرتنش اما امن اما امن خیلی جالب ما فکر میکنیم تعارض مثلا یه نباید همه باید یه فکر کنن ولی میگه نه پدر مادرایی که حرف میزنن با هم من با تو مخالفم تو با هم مخالفی اما نکته اما امنه. قبل از شروع برنامه وقتی که نشستیم روی مبلات که شروع کنیم به من گفتین که مطمئنم این کتاب خیلی برات جالبه و واقعا به درستی گفتین <تصفح> خیلی, گفتیم. خیلی برای منم هم همینطور بود چون میدونم نگاه شما هم و وقتی میخوندم هی میگفتم سروش حتما اینو دوست دار و کاش زودتر بهش بگم پر از تضاد ولی ام ولی ام پرتنش اما ام این یه خونه سالمه نه خونه ای که یه نفر حرف آخر رو میزنه نه خونه ای که هیچکی بحث نمیکنه هیچکی ناراضی نیست اما امنه اما آدما منصفانه دعوا میکنن این خیلی مهمه <applause> آیا ما تو خونه منصفانه دعوا میکنیم یا نه از بیماری حرف میزنه به نام توافق پذیری که من فهمیدم خودم دوچارشم میگه بعضی از آدم ها خیلی مهربانن حالا من ادای مهربونی رو در میارم خواهش میکنم خیلی معدبن بیش از حد تایید کنندن میگه این یه بیماریه اینا آدم ها خوبی نیستن اینا کمک به رشد ما نمیکنن آقای ساعت دو تا آدم که تو همه چیز با هم موافقن یعنی یکیشون اضافیه میدونی نمیشه که اگه شما به من نگید ما تو همین در واقع کتاب باز لحظه هایی بوده من از شما خیلی یاد گرفتم اصلا بدون تعارف میگم که شما ضبط و قطع کردیم و من و شما و آقای رضاییان رفتیم تو اون اتاق پشت صحنه و دعوا کردیم با هم نیم ساعت یعنی نه دعوای شخصی اینکه مشتبه این اینطوری فلان من ابهام بحث کردیم با هم و دوباره اومدیم ضبط کردیم چندین بار این اتفاق افتاده و این به من یاد داده میگن اگر شما یه آدمی بودین که توافق پذیر بودین یعنی هرگز در واقع هیچ نکته‌ای به من شما و هیچوقت یاد یاد این لطف شماست،, شماست ولی دقیقا همینه که میگی آره خیلی من،, من من, واقعا این از صمیم قلبم گفتم در مورد بحث کردن بگیم وقت داریم چرا بله. و آره سعی می‌کنم حالا یه ذره زودتر تمومش کنم در مورد بحث کردن بگیم خیلی جالبه یه قصه ای بگم یه آقای به نام آقای هاریش که هندیه سلطان مسابقات مناظر است خیلی آدم مثلا خوب مناظره میکنه و خیلی آدم عجیبیه تو این حوزه مسابقات مناظره هم دارن باز اینا هم خوبه تو ایران ها مسابقه هم که آدم ها یاد بگیرن گفتگو کنن ولی یه رقیب تازه نفس هشت ساله از راه میرسه و با, با این آقا شروع میکنه مناظره کردن که خیلی رقیب قدریه هشت ساله خیلی آره یه عالمه مقاله خونده یه عالمه در حوزه‌های مختلف دانش داره شواهد مختلف و شکست دادنش کار خیلی سختیه همین اول این نکته بگم که این موجود هشت ساله یه آدم نیست یه هوش مصنوعیه مم. یه کامپیوتر مال شرکت آی بی ام که چهارصد میلیون مقاله رو حفظه 400 میلیون مقاله دیتابیسش و حالا با یه انسان نشسته که آگاهیش مطبا هم مناظره می‌کنند موضوع مناظره اینه که مثلا به پیش ها باید کمک مالی کرد یا نکرد شروع میکنن موضع اون کامپیوتره موجود هشت ساله اینه که باید کمک کرد اکثر مردم با این موافقن این طرف آقای هاریش یه موضع خیلی عجیب میگیره که نباید کمک کرد و استدلالش اینه که این پول محدود دولت رو میشه به نفع محرومین در جاهای بهتری خرج کرد به شکل مناظره شروع میشه شروع میشه ادامه پیدا میکنه و در نهایت این آقای هاریش میبره مناظره رو اما میدونین چرا 400 میلیون مقاله اینجا باخت چرا آدم چرا موجودی با این دیتا بس آقای هاریش این مناظره رو با دانشش پیروز نشد با توازوش پیروز شد با این پیروز شد که شنونده خوبی بود و وقتی مخاطب تماشا میکرد احساس میکرد این آدم در جستجوی حقیقت نبردن یعنی نقاط اشتراک رو تو بحثش پیدا میکرد و من میخوام یه جمله بگم تا ما توی بحثی سروشان یه جاهای قانه نشیم نمیتونیم کسی رو قانه کنیم بسیار نکته مهم اگر شما میخواد یه آدمی رو تغییر بدید حتما باید اجازه بدید اونم شما رو تغییر بده و آقای حاریش توی مناظره این کارو میکرد جاهای کوتاه اومد از نظرش جاهای میدونید یه مفهومی وجود داره به نام کاریزمای معکوس کاریزما معکوس مال آدمی نیست که خیلی متحور سخنران خوبه مال آدمی که شنونده خوبیه میدونید خوب گوش میکنه پاسخهای در واقع مناسب میده سوالای درست میپرسه واکنشهای حسیه درست میده کاریزما معکوس در مورد نیست که من برترم در مورد اینکه به اون آدمی که داره باش گفتگو میکنه این حس میده که تو باهوشتر بهتر توانمندتر و منطقی میتونی باشی میدونید این کاریزما معکوس باز از اون مفاهیم جدیدیه که تازه دارن در موردش حرف میزنن و خیلی مهمه آدمایی که آدم کنارشون حس بهتری داره آدمایی که قرار نیست ثابت کنن بهترینن بی عیب نقص قرار اینو بگن که در واقع تو میتونی نسخه بهتری از خودت باشی این خیلی نکته مهمیه در مورد فصل آخر در مورد جوامعی حرف میزنه که مفتنی بر این ایدن. یعنی جوامعی که همیشه یاد میگیرن من یه مثال بزنم مثلا توی شبکه‌های اجتماعی که ما خب دایره مختلفی از اطلاعات به ما میخوره و ما فکرمون بازتر میشه اما اینطور نیست چون فلسفه این شبکه‌ها پوله و زمانی که ما درش صرف میکنیم مساوی با پول آنهاست راجبش حرف زدیم قبلا اونا تو اکسپلور یا تو جاهایی که ما می‌گردیم چیزایی رو به ما نشون میدن که ما دوست داریم منظورم اینه که نگاه میکنه که عقاید سیاسی ما با توجه به پیجایی که دنبال میکنیم چیه جایی هم که ما داریم پامونو از اون دایره امن اون بیرون میذاریم که چیزی ببینیم باز اونا رو میبینیم میدونی فکرهایی که اونو تایید میکنه یعنی ما داریم هی متعصبتر تر میشیم خب جامعه یادگیرنده جامعه که توان تحمل عدم قطعیت و ابهام رو داشته باشه نخواد زود توی موضوع به نهایی برسه و تو این فاصله عدم قطعیت و ابهام امکان گفتگو رو بتونه فراهم کنه این خیلی نکته مهمیه جامعه که همیشه یاد میگیره دو تا طیف نداره در مورد یه موضوع موافق یا مخالف مثلا آدام گرانت میگه در مورد تغییرات اقلیمی خب یه کمپینی را انداختن که مردم رو حساس کنن نسبت به این اولین کاری که کردن این که از اون سیاه و سفید فاصله گرفتن از اینجایی که یه ده بی تفاوتن یه ده خیلی نگرانن دیدن یه تیفن آدم ها بعضی ها نگرانن بعضی ها محتاطن بعضی ها به این موضوع بعضی ها مشکوکن بعضی ها بی تفاوتن میدونی خیلی اینجا ما اگه این طیف رو به رسمیت بشناسیم خیلی مهمه تو گفتگوهامون از سوالایی که جوابش آره یا نست فاصله بگیریم جواب بسیاری از سوالات موافقم یا مخالفم یس yes اور no نیست <applause> میدونی یه جواب کیفی داره یه جواب توضیحی داره با اینجاش موافقم این طرفش رو باش مشکل دارم میدونی پذیرش پارادوکس ها همه اینها من فکر کنم در جنبندی بگم که آقا ساعت همه ما معلمیم چه در نقش پدر یا مادریم چه در نقش یک مسئولیم چه در نقش یک واقعا معلمیم ما داریم به هم یاد میدیم و تو این معلم بودن آدمایی که باشون در ارتباطیم رو بعد اینطور ببینیم نه دریافت کننده منفعل اطلاعات نه دریافت کننده منفعل اطلاعات بلکه اندیشمندان فعال اگر تو مدرسه اگر تو نظام آموزشی ما به اینجا برسیم خیلی نقطه مهمیه بارها گفتم خیلی گفتم بازم میخوام بگم که آموزش پر کردن یک سطل از اطلاعات نیست افروختن یک شوقه افروختن یک شو و ما اگر تو هر در واقع رابطه به این فکر کنیم به نظرم خیلی میتونه مشکلات ما رو حل کنه معلم قابله دانشه نه صاحب دانش در واقع باید قابلگی کنه که اون بچه بتونه به اون دانش رو متولد کنه خیلی از ما اینکه بچه هامون دوچار دست اندازی میشن یه ابهامی میشن ناراحتمون میکنه بلافاصله فاصله با جوابای خودمون میریم سراغشون این مشکل اینطور حل میشه ولی پژوهشان ها نشون میده بچه هایی که این ابهام براشون طول میکشه ذهنهای خلاختری دارن در آینده خیلی خیلی, خیلی ممنون سوالم بفرستم بله حتما یه سوالی که من بعد خوندن کتاب خودم بهش فکر کردم این بود جالبه بهش فکر کنیم قابل احترام ترین مخالف شما کیه بله چه سوال خوبی آره بهش فکر کن کدوم مخالف شماست اصلا مشکل داریم ولی قا احترام براش قائلید بنویسید کی بوده چی بود یادم سالهای اول بعد از انقلاب تلویزیون فیلمای خیلی فیلم انقلابی زیاد پخش کرده یه فیلمی که خیلی رو من تاثیر گذاشته بود یه فیلمی بود که دو تا نیروی فیلم جنگی بود و دو تا کشور با هم قواشون داشت می جنگید تو کل این فیلم هدف این بود که بالاخره پیروز بشن خیلی درگیر این نبرد بودن آخر فیلم جنرال یکی از این لشکرها کشته شد و اونا اومدن بریزن که مثلا تیکه تیکش کنن فلان کنن اینا جنرال اینور اومد و یه سلام نظامی داد برای سلام نظامی داد گفت که ما با هم مخالف بودیم و حالا کشته شده ولی این آدام بزرگی بود با احترام کامل با تمام چیزهای نظامی حالا ببرید و به خاک خیلی تجربه چقدر جالب آه. یه تجربه شخصی هم من بگم من دوستی دارم خیلی متعصب روی تیم فوتبال یه دوست دیگهم دارم که روی تیم دیگه خیلی متعصب و اینا خیلی با هم دعوا یعنی تنش خیلی زیاد بعد یه روزی با یکیشون حرف میزد میگفتم نظرت راجع به فلانی چیه میگفت من تهش خیلی براش احترام قائلم گفتم چرا گفت چون فوتبال براش خیلی مهمه من هیچ دست نمیبینم دور و من که به اندازه من فوتبال براش مهم باشه که پاشیم دعوا کنیم میدونید من میخوام بگم گاهی وقتا تعارضات ما تو حوزه مختلفه چون اون ارزشه برای جفت ما تو دو سر طیف مهمه وطن برای هم جفت اگه اینقدر داریم دعوا میکنیم تهش نقطه اشتراک اینه اون ارزشی که داریم پولش مجادله میکنیم اون دشمن رو میتونه قابل احترام کنه حالا خیلی وقتا دشمنی نیست حتی تو رقابت ها آره. اگر این تیم وجود نداشته باشه اون, تیم دیگه اصلا حضورش معنا نداره, نداره. دقیقا. این همه کشمکش به واسطه بودن این تیمه که هست درسته میگم توی یه فقط اصلاً طرفداری اصلاً از اون میگه چون خیلی وقت نات اونه برد. آره به اینجوری فکر کنیم گاهی به اظهار نظر مخالف خودمون خیلی خیلی ممنونم خیلی متشکرم ممنون. ممنون. من کتاب رو حتما هم. من خود خودم خود... براتون هدیه گرفتم و بهتون میدم به به چقدر خوشحال شدم بحبه. ارادت مندم و خدا نگهدارشون خدا نگهدار